سبزه عید هست. سبزه ای رو که میخوام امروز آموزش بدیم بهتون سبزه تربچه هست که هم خیلی زیباست و هم سریع رشد میکنه، همین که بعد از عید قابل استفاده هستش. من این سبزه تربچه رو امروز میخوام داخل تون به شما آموزش بدم. موادی که نیاز داریم بذر تربچه است، یه تنگ، خاک باغچه است و سنگریزه یا حالا تیله یا گوشمایه یا هر چیز دیگه که برای زیبایی کف تنگ میتونید ازش استفاده بکنید. بهتره که بذر تربچه رو از شب قبل خیس کنید. میزان بذر بستگی به اندازه تنگ اون داره. تنگ میتونه بزرگ یا کوچیک باشه. تنگ رو برمیداریم، کفش سنگ ریزه میریزیم. شما میتونید به جای سنگ ریزه از تیله هم استفاده بکنید برای زیبایی تنگ هستش. سنگ ریزه بعد از سنگ ریزه حدود 3 سانت خاک می‌ریزیم، 2 الی 3 سانت. حالا بازم بستگی به اندازه تنگ داره که چقدر خاک می‌ریزیم. بعد از اینکه خاک ریختیم میایم بذر رو می‌ریزیم. میزان بیشتر بذر می‌ریزیم که سبزه پرپشتی داشته باشیم. بذری که روی خاک قرار دادیم به وسیله اسپری آب افشانی می‌کنیم. هیچ وقت نباید خاک رو خیس کنیم، فقط باید سطح خاک نمدار باشه. بهتر اینه که قبل از اینکه بذر رو بریزیم خاک رو یه مقدار مرطوب کنیم. بعد از این مرحله حدود 1 سانت خاک روی بذر رو می‌ریزیم. کامل باید بذر رو بپوشونه. دوباره یه مقدار آب افشانی می‌کنیم. مرطوب میکنیم خاک رو. بعد از این مرحله یک پارچه روی تون قرار میدیم، پارچه رو مرطوب میکنیم تا زمانی که بذرا جوانه بزنن. مناسب ترین جا برای این سبزه کنار پنجره و جای پرنور خونه هستش. کف تون سنگ ریزه میریزیم. بعد از اون میایم از خاک علف شده استفاده میکنیم. حدود 3 سانت خاک میریزیم، خاک رو مرطوب میکنیم. بعد از اون بذر رو روی خاک میریزیم. برای اینکه سبزه پرپشت‌تری داشته باشه من بذر بیشتر میریزم، چون سبزه هر چقدر پرپشت‌تر باشه زیباتره. فقط اینکه بذرها روی همدیگه قرار نگیرن. بعد که بذر رو ریختیم دوباره میام یه لایه خاک علف شده میریزیم. یه لایه نازک. سطح خاک رو صاف میکنیم. دوباره خاک رو مرطوب میکنیم. بعد یک پارچه مرطوب روی تنگ قرار میدیم. مناسب ترین جا برای این تنگ و سبزه
کنار پنجره و در جای پرنور هست. بعد از چه شروع کرد به جوان زدن، دستمال مرسوب رو از روی تون بر میداریم، چون اگه به اون روی تون جوان ها کپک میزنن. مرتب باید خاک سبزمون رو مرطوب نگه داریم، آبیاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید مرطوب نگه داریم. بعد از دو روز که بذر تربچه شروع به جوانه زدن کرد، پارچه نمناک رو از روش برمیداریم، به خاطر اینکه سبزه ها کپک میزنن. هر روز سطح خاک رو نمناک نگه میداریم ولی آبیاری نمیکنیم، فقط باید مرطوب باشه. بعد از یک روز که پارچه نمناک رو از روی تون برداشتیم، مرتب سطح خاک رو نمناک نگه میداریم. بعد از یک روز که پارچه نمناک رو از روی تنگ کوچیکمون برداشتیم، سبزه به این شکل در اومده. مرتب باید سطح خاک رو نمناک نگه داریم. بعد از دو روز که پارچه نمدار رو از روی تنگ برداشتم، به سرعت داره رشد میکنه. بعد از دو روز که پارچه نمدار رو از روی تنگ برداشتم، سبزه بذر تربچه بعد از 6 روز داخل تنگ بزرگ و تنگ کوچیک به این شکل در اومده. اگر یک هفته به عید مونده و هنوز فرصت نکردین که سبزه رو آماده بکنید، پیشنهاد من به شما سبزه بذر تربچه هستش. امیدوارم سال خوب و خوشی داشته باشید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بزنید. ممنون و متشکرم.